سمین جان، خودت قصه کردی که به اصلاح پدرت به جبر شماره به اصلاح داد. چقدر وقت نامزاد موندی؟ بعد از شیر نخوریم 6 ماه ماندم، بعد از 6 ماه آرزیم شدم. در دوره نامزادی تو به خانه تان می آمد، روشش خوب بود؟ نیج ندیدم تا روز آرزی رو، من هیچ نیج رویش من ندیدم. هیچ کدوم شد نمی آمدن؟ نه، یوار می آمد دیگه، مطلب به آشاوریم ندیدم. فامیلش هم نمی آمد که یکم ذره بشنوسیشان؟ فامیلش تنها یک یوار می آمد دیگه، مطلب به دیگه اش نه. پس شوهر تا چقدر شناختی؟ یا تانستی که راجع به زمان مات هستی؟ شوهر من روز آرزی رو من چهره او رو ندیده بودم. روز آرزی رو؟ روز آرزی که مطلب روز آرزی می بود، چهره او رو در روز آرزی می دیده بودم. دیگه هیچ وقتا خواهی هیچ کدام کاری نمی شد، نه پدرم می کد که ما مطلب کدام چی می کدم. هیچ هم نمی تنستم چون خورد بودم، هیچ نمی فهمدم هیچ کار. گاهی بر نامزد بر مادرت یا نگفتی که من می خواهم این نفر رو ببینم، یا چرا نمیه که ببینمشن؟ چون مطلب مو مردم که هستیم نمیخوایه که داماد تا روز یارسی رو به خانمون پایش بماند. تا مو روز یارسی وقت دید. کدام خیشواندی هم داشتین و یا بیخی بیگانه بود؟ هیچ هیچ وقت ندید، هیچ هیچ شناختن میش نبودیم بیگانه. بعد از اینکه رفتی باز چی مشکلات دیدی؟ بسیار مشکلات دیدم دیگه از اندازه تیر مشکلات دیدم که پدر دارسی پول گرفت نگرفت، سر خودشان بدل خود دادن چقدر گرفت، و یا یک بزور خواست. پدرم در مور روز دارسی 8 لک گرفتن. 7 لک مونده بود، باز 8 لک گرفت. 8 لک گرفتن چون باز دیگه بسیار دیگه پول دوست بود پدرم، به خاطر که دو تا دختر داشتن و مو به خاطر پول دادن دیگه. پدرت از این پول برای خود جیز خرید و یا چی کرد؟ پول هم نکردم به خاطر به من. خب چی کرد؟ به خود گرفت؟ به خود ها. اما یک در وقتی که من آرسی کرد در روز آرسی یک بکس و یک بستره گرفتن بس. در بکس لباس همون تو خالی بکس؟ خالی. برای یک مدت زمان کتت خوب بودن یا از شروعی که آرسی کردی مقابل خوشونت کرده؟ شروعی که آرسی کردم تا مطلب یکون ما متو چل یکون ما متو چل دادم تا رو خوب بودن. بعد از او یک خوشوی داشتم، خوشوی ما بیاد 2-3 سال زنده بودن و خوشوی ما در خانه خوب بودن. باز دخترهایش هم از سین کلان بودن در خانه، باز دخترهای زیاد کتم خوشونت میکدن. باز برادر چی میکردن؟ لدو کوب میکردن زیاد. سر چی بانه میگرفتن؟ یعنی اولین دفعه که خوشونت کردن خودت شروع کرد، تو چی کرده بودی که شروع کردن؟ سری کار. مطلب که تو کار یاد نداری، تو مطلب مو حتی رو برای ششتن و برای تو چیزو نواردیم یه قدر از تو قلین خورده پدری دید تو کده و تو کده مو خود تو رو برای ششتن تو چیزو نواردیم. تو بگی مطلب خانه خسور میکستن تر زیاد مالدار بودن دیگه، 100 دانه گوسفند تا چیزا داشتن، ده خانه چی گاو داشتن. چون که ما ده خانه پدرم که بودن کار ما ریتر نمیکردم، خانه پدرم گاو تر چیزا مال نداشتن. باز ما نمیتونستم کار زور کاری را. باز بمو چنی که داشتم بمو مطلب چی که واسم مخوردن با خاطر هم میکردم. باز دیگه بسیار کتم خوش ند میکردن، بسیار دیگه لطو کوب میکردن. شوهرت چون نزدیکترین کس بود آیا گاهی او امرایت مهربانی میکرد؟ گاهی خوب بودن، گاهی مهربانی میکردن، گاهی میزدن، باز خوارایش نمیشد. مهربانی که در مقابلت میکرد چی بوده که اتما خال بوده که دیادت مانده؟ مطلب مهربانی به خاطر بودن که ما زیاد خیلیتر که لد و کوب میکردن، گریان میکردن. چون که خب او یک آدم بودن در او خانه همیتش نداشتن، پیش آیالش هم همیت نداشتن. مطلب گفتن نمیتونست که چرا این زن از ما هستن. شکایت از شوهر داری که زیاد مقابلت ظلم کرد و یا یکی از ننوی که بیادراش که؟ از ننو از اونا دارم. آخرش که مطلبی که بسیار اوقات ما تلخ شد، پس پدرم خارج بودن، زنگ دادم گفتم بیام مرک بفهم اینجا. بیادرهای در کجا بود؟ در چی بودن؟ در ایران. باز در اونا که زنگ دادم برادر کلانم کلان شدن، رفتن در اونجا زن گرفتن. چهارتا برادر داشتن، سه‌تاش زن گرفتن، یکیش زن نداره. باز اونا کلان شد، وقتی دوتایش هم باید مرا جدا کردن. چقدر وقت باید جدا شدی؟ ایگون 3 سال، 4 سال میشه که جدا شدم. وقتی که جدا شدم اما باز مرا اذیت میکرد که تو چرا مرا از خوار برادرم جدا کردی؟ ما تو هیچ وقت روز خوش نشان نمیتم، تو بگی مطلب ما جدا شدم که روز خوش ببینم یا راحت شوم. هیچ وقت رو نمیمانم که تو روز خوش ببینی.
امی ظلم را کمی که چی میکرد؟ لطت میکرد؟ زیاد دعوت میزد تا نمیداده؟ دوستای تا خانه تا نمیمون؟ دوستایم که هیچ وقت تا دروازی ممده نمیتن، مثل کوکا و مثل امه و مثل دیگه و دیگه، هیچ وقت بخاطر نمیدانم، بخاطر و چیزایی مطلب بسیار مردمی گشنه و مردمی بسیار چی بود به مخاطر. وقتی که قومای میگون دفق میامد باز دو چی میکد لد میکد مرا که چرا قومای تا دخانی تا ماده افتم ما چی کنم خود قوم مستیم روز خود تو هم قوم داری می دخانی تو خود ما نگفتم چرا قوم دو دخانی تا می این روز ما قوم ترس خانی تا مانی نکدم اون قوم ترس دخانی تا عزت و خدمت چرا می کنم گفتم قوم من خود قوم هستم نه هیچ وقت قوم دو دخانی من نه چون که باز پدرم رفت خودش از اون پاس دمه می آورد و خانه امر پدرم جور کرد و بعد از اون جدا شدم. دمه چیزی نداده بودن. اما خانه مانه امر بسته از اون پاس پدرم جور کردن. تا ظرف و تا پوشاک و تا همه چیز پدرم جور کردن. باز زیاد مرضیت کردن. باز نتانستم او سلا بیخی دیگه. باز به برادرم به پدرم خبر ندادم. از خانه برم دمه نیسن. اما آدم دیگه گفتم. اولاد چند اولاد داشتی؟ دو تا اولاد دارم. دو تا اولاد داری. وقتی که لطه کوبت میکرد چرا قم لطه میکرد؟ همیش کرد دست میزد کرد بعض چیزای دیگه جذاب میدادید؟ رسمانو میگرفتم رسمانو میگرفتم مطلب دمی گلونو منداخته در روی خانه کشلا منداخته و از موی میگرفته در روی خانه کشلا منداخته خفاکم میکرد و دوتا داشت دو داشتم مگانو طرف در میدوید که ما برم هم سیاره خبر کنم باز دروازه رو محکم میکرد و برم میگرفت و داخل تنور منداخت و پس رو میگرفتم پس در جان خودم هرچی میکرد ایران چی دم میماند چرا اولادای خود میزد اولادایش اولادایش رو میزد یک رقم انسانی بود که هیچ به خود نمیفهمید که یه اولاد است میخ میگفتم ما خو اولاد مردم هستم البته بدلت کردم چیز بس او اولاد خود است چرا میزن چرا لب میگی کدام گاهی از بیادرایت کمک نخواستی باز اگه بیادر کمک کرد کمک کرد با خواستم مطلب که بعد از جدا شدن میکرد سیار مرزیت میکرد باز طرف بیادرایم چی کردم بیادرم دو تاش اماد مرا بردن طرف خانیش یک کنیم سال در خانیش ماندم پس پدرم در خانیش مرضیت کرد در خانی خود پدرم شوار پشتت نامد؟ نه شوار نامد هیچ باز بخاطر که اولادایم در پیش بیادر چطور برده تا چون تو رخ اجازه نمیداد و او بیادر تام اجازه نمیداد پودکایی برده بود چرا قم برده؟ پودکایی بردن چطور پود بردن که هیچ خبر نشد دوانی که من طور در پیش دکتر مبرم پیش دکتر باز من گفتم من هیچ وقت اینجا نمیشنم باز من رو بردم یک کنیم سال در خانهش ماندم باز پدر من رو در خانهش لده کوف کرد که تو کتش آورد نمیسازی پدر رو لده کوف کرد باز هیچ وقت تو طلاق گرفته نمیتونی گفتم خو خیر طلاق گرفته نمیتونم من زیاد از زیاد نکن پس میفرم مرم خانه من وقتی که از خانه ما برامدی تشویش یا ترس در دلت نبود که خانه شوارد ایلا بودی دیگر روز اگر در گیرش بیایی مقابل دو برابر شوایی ظلمش بسیار دیگه ترس و دلم بود زیاد دلم بود چون پیش برادر میگفتم مگه شما مرا نمیخواین نجات بیتین خودم خودکشی میکنم نمیخواییم که مکتی زندگی کنم چون یک سالی که شدم من هیچ وقت زندگیم خوب نشده خانه هیچ وقت خوب نشده تا با که گفتم من کتی آدم تیر کنم باز برادرایم بردن به خاطر بود چقدر سالایی که زندگی کردی که شوارت به اصلاح رفتی باز کت بیادرایت مطلب 10 سال 10 سال زندگی کنم بعد 10 سال برادرایم که کلان شد مرا بود یک نیم سال در خانهش ماندم پس پدرم گفتم من میخواستم که برم میخواییم پدرم گفتم من خانه مارم پدرم آورد مرا پس در خانه یک نیم سال هیچ کسشان پشتت نامد خبر نه. بودن که تو کجا هستی؟ خبر بودن که برادرایش بوده چون که برادرایم خبر داشت که ماده مطلب باز نامده اما تر در پشتیم شوارم گپ جور کده بود که دخترش که برده بخاطر که شوار میته دوباره باز پدر خود گفت ما نمیخوایم که دیگه بار بشنم چون که دوتا اشتوک داشتم در پیش پدر شمانده بود گفتم میخوایم که پس خانه ام برم پدرم آورد مرا پس در خانه ام رساندن شوارم گفت اینیم پس زن دادم در خانه تو که زندگی کدی خوب زندگی خوب کدی خوب است که نکدی به من هیچ بدم چیزی نمیرسه گفت زندگی خودت خراب میشه باز هم برمیگردیم به مهمانای عزیز ما خانم نبیله میشه که شما بر ما بگین که در برآمدن خانم یاسمین تهمت های هم شوهرش به پای از اینا بس شما چی فکر میکنین که آیا حرکت که اینا انجام داده بود درست بود بجا بوده و یا خیر خب مطابق قانون منع خشونت علیه زنان
خانم یاسمین حق داشته که به مراجع عدلی و قضایی، محاکم و یا پلیس مراجعه میکرده، چون خود خانم یاسمین کسی است که مبنی علیه های خشونت قرار گرفته، هم خودش یقه داشته و هم اقاربش. اگر خانم یاسمین زمانی که خانه پدر خود مراجعه میکنه، پدرش وقتی که خشونت ها را میبینه که در مقابل از چقدر خشونت صورت گرفته، ظلم صورت گرفته، باید پدرش هم اقدام میکرد و به مراجع عدلی و قضایی مراجعه میکرد. و اگر این کار را نکرده بود، میتونست که از طریق ریش سفیدا بزرگای قوم یک مجلس را برا بندازه و میانجیگری بین خانم یاسمین و شوهرش و فامیل شوهرش میتونستن که را برا بندازن و از این طریق مشکل خانم یاسمین حل بکنن. تشکر. دوستای عزیز، باز هم یک وقفی کوتاه داریم که بعد از وقفه در خدمت هستیم.